دوستان عزیز سلام، امروز یک شنبه 30 شهریور ماه هستش و طبق روال هر روز بررسی بازار را به صورت روزانه برای شما داریم. امروز بازار تقریبا استارت متعادلی داشت و انتظار می‌رفت که بتونه خودش را بالا بکشه. می‌بینیم که خب شبندر، شپنا، شتران که خب دیروز اینها تازه باز شده بودن، امروز با سبز و چه حجم زیادی کار خودشون شروع کردن. همچنین دی توی بانکی ها سبز بود، ولی برخلاف بقیه روزها بقیه بانکی ها تجارت و ملت و صادرات اینها منفی بودن. فلزات اساسی امروز کار خودشون خوب شروع نکرد. خودرویا که خب طبق روال چند روز گذشته وضعیتشون خیلی جالب نبود، ولی در نهایت یک خبر دیگه کلن نور علی نور شد و اون هم خبری بود که انتظارشو داشتیم این هفته و مکانیسم ماشه بود که توسط آمریکا فعال شد. و این خبر وقتی که اومد روی خبرگزاری ها تقریبا ساعت 9:30 این خبر پخش شد در فضای مجازی که ماشه اجرا میشه و عرض کنم بعدش ببینیم که چه تغییر تحولاتی را داشتیم. بعد این نقشه که من براتون گرفتم مال ساعت 9:13 هست. با انتشار اون خبر فعال شدن ماشه ما به این بازار رسیدیم در ساعت 10:21. 10:21 ببینید چقدر بازار تغییر کرد. از اینجا رسیدیم به اینجا. شپدان رو نگاه بکنید، شبندر رو نگاه بکنید، شتران رو نگاه بکنید. شتران که خب کامل منفی شد، شپنا که امروز صبح با مثبت کارش رو شروع کرده بود خب اومد پایین، شبندر 2% اومد پایین. دی کماکان پاورجا بود، ولی بقیه بورس رو نگاه میکنیم تقریبا قرمز پررنگ شد، حالا به غیر از چندتایی که خب یه جاهایی سبز بودن. امروز پتروشیمی ها هم قرمز شدن کامل و فلزات اساسی و پتروشیمی ها که چندین روز بود با بانکی ها اینها تقریبا 7-8 روز بود مثبت بودن و سبز بودن، امروز با این خبر همشون قرمز شدن. ساعت 11:35 نگاه میکنیم که خب دی همچنان مثبت، پترول فقط مثبت، شبندر مثبت، ولی بقیه تقریبا منفی. و عرض کنم خدمتتون که ساعت 3:00 کار رو نگاه میکنیم که چه اتفاقی افتاد و در نهایت هم کار به اینجا رسید که شپنا بودن 5% منفی شد. شپنا که امروز صبح با مثبت کار خوش رو شروع کرده بود، شتران همینچنین، شبندری که خب 1.5% فقط تونست مثبت بشه. فلزات اساسی خب تقریبا همه منفی امروز. پتروشیمی ها تقریبا همه منفی، فقط پترول مثبت، سبا مثبت اینجا و خب قند و شکری ها مثبت توشون داشتن یکی دوتایی. جست گریخته چند تایی مثبت داشتیم، ولی در عوض بیاین این طرف رو نگاه بکنیم. در حالی که امروز بیت کوین کندلش قرمز بود و از 11,000 خورده اومد رسید به 10,900، نگاه کنید الان 10,900 هستش، ولی در کارگزاری والکس این خود بیت کوین رو میبینیم. حالا بیایم نمودار معاملات امروز والکس توسط ایرانی ها رو ببینیم. امروز از ساعت 7 صبح بیت کوین از 290 میلیون میاد و به 298 میلیون الان رسیده. تا 299 میلیون هم رفت. آخرین معاملش الان 297 میلیون هستش و حجم رو هم نگاه بکنید که
فقط در کارگزاری والکس 9,997,565,233 تومان امروز معامله بیت کوین داشتیم، در حالی که همین بیت کوین دیشب نگاه کنیم کندلش قرمز شده بود، تگه یعنی ساعت 6 صبح با نگاه بکنید قبل از اینکه این خبر ماشه اعلام بشه کندل حتی قرمز شده، و بعدا ببینید چجوری اومد بالا و با چه حجم زیادی. حجم رو همینجا توجه داشته باشید که اومد بالا. همینطور قیمت دلار امروز افزایش داشت، دلاری که دیروز با تقریبا 26400 تومان کار خودش رو تمام کرد، در حال حاضر تو این ساعت که من در مورد شما صحبت میکنم به 27200 تومان رسیده، یعنی ساعت 1:38 دقیقه بعد از ظهر. به 27200 تومان مجدداً برگشت به کانال 27000 تومان. ببینید دیروز پایانیش 26400 تمام شده بود، چند روزی بود که دیگه سمت 27 نیومده بود دلار. حالا یک روز بود فکر میکنم اینجا که دلار وارد کانال 27 تومانی شد یه لحظه، ولی خب ببینید پایانیاشون نبوده دیگه، مثلا اینجا 26700 پایانیش بوده، 26500، 26600، بعد 23500، 23400. از 24 ببینید 25 دلار وارد کانال 26 تومن شده بود و خب امروز وارد کانال 27 تومن شده که نمودار روز جاریش رو هم میبینید، یعنی همینجور داره قیمتش الان میره بالا و احتمال داره باز هم بره بالاتر با توجه به خبری که دیدیم با هم دیگه، خبر فعال شدن مکانیزم ماشه. خب حالا شاید خیلی از دوستان بپرسن که این قضیه آیا میتونه اتفاق خیلی بزرگی روی بورس ایران بگذاره و باز مجدداً یک ریزش داشته باشیم؟ به نظر شخصی من نه، به خاطر اینکه ما قبلا هم این تحریم ها رو تجربه کردیم، تحریم چیز جدیدی نیستش. در نهایت وقتی که دلار میره بالا با یه فاصله زمانی بورس هم راه میفته، یعنی اینجوری نیست که فکر کنید فقط دلار میره بالا و بقیه چیزها بالا نمیرند. خب قطعا متاسفانه همه کالاها بالا خواهند رفت، یعنی با بالا رفتن دلار، فقط دلار که بالا نمیره که، همه چی گرون میشه و این یه مشکلی هستش که ما سالها داریم در کشورمون و همه چیز بستگی به دلار داره. امروز هم میبینیم که تأثیرش به چه صورتی بود، نمودار کل و نمودار هم وزن هم امروز منفی شدن، نمودار کل بورس رو میکنیم 2.78% منفی شد، نمودار کل هم وزن رو هم میبینیم که 1.31% منفی شد. و عرضم خدمتتون که البته دو تا عامل دیگه هم مزید بر قضیه دلار وجود داشت امروز، یکی این که آخرین روز ثبت نام دارا دوم هستش و یا پالایش یکم که امشب تا ساعت 24 تمام میشه این مهلت پذیر نویسی، هر کس ثبت نام نکرده دیگه باید ثبت نامش رو انجام بده. علت این که خدمتتون عرض میکنم این قضیه مؤثر بود این هستش که ببینید خیلی ها هنوز ثبت نامش رو نکردن و گوشتن حالا روز آخر انجام بدن، ما از این موارد داشتیم که در خدمتتون میگم، و خب میخواستن امروز سهام بفروشن، گوشته بودن که امروز سهام بفروشن و ورود پیدا بکنن،
که خب همین ها باعث ایجاد صفحه فروش میشه. همچنین برای ارز اولیه جدید و سپهر که حدودا 1,100,000 نیاز داشت، خیلی ها متقاضی فروشنده فروش سهم بودن. ما خودمون امروز برای خیلی از مشترکین فروش کردیم که بتونیم 1,000,000 یا حالا مثلا یه مقدار کمتر برای ثبت نام جور بکنیم و خب تو صفحه فروش هم خیلی سخت بود جور کردن این مبلغ، اما خب مجبور بودیم به خاطر اینکه خب امروز این ارز اولیه از دست میرفت و خب این کار انجام دادیم. شما ببینید میلیون ها نفر این اتفاق الان براشون میفته و امروز فروشنده بودن به خاطر این قضیه. پس این دوتا رو هم ما داشتیم و هم دار دوم رو داشتیم یا پالشکوم رو، هم و سپهر رو داشتیم و هم این که بحث گرون شدن قیمت دلار و رفتن سرمایه ها به سمت بازار دلار. حالا یه نمونه کوچیکی شما اینجا تو صرافی والکس داریم نگاه میکنیم روی بیتکوین که دیدیم با هم دیگه این نمودار روزانه که با چه حجم زیادی الان داره پولها وارد بیتکوین میشه. برخلاف این که الان بیتکوین کندلش امروز قرمز بوده، ایرانی ها ترجیح دادن که بخرندش حتی با قیمت 298,000,000 تومان در ازای هر بیتکوین که تقریبا قیمت بالایی هستش. خب امیدواریم که این موج هیجانی هم زودتر تمام بشه و من مطمئنم اتفاق میفته. این هیجان رو هم پشت سر خواهیم گذاشت. خیلی دوستان نگران این چیزها نباشید، این هم تموم میشه مثل قبلیایی که تمام شدن و نگاه میکنیم الگو ساعتی ها امروز دو تا دونه بیشتر نیستن که حالا نمیدونم دو تا هم الانه الگو ساعتن یا حجم مبنا پر نکردن. ما هم میبینیم خب یکی که الگو ساعت بوده ساینا امروز آخر کار به صفحه خرید رسیده، در حالی که با قیمت از 17,502 تومان کار خودش رو شروع کرده، در تقریبا در منهای یکانیم شروع کرده کار خودش رو و بعد به مثبت 5 رسیده. صنایع بهداشتی ساینا و یه الگو ساعتی دیگه هم داشتیم که قند نقش جهان که بله اونم همینجور، اونم نمودارش رو نگاه میکنیم از 7,394 تومان در نهایت به مثبت 2 رسیده، 7,695 تومان و آخر کار یه صف کوچیکی داشته. چون که در بازار پایه هستش نوساناتش 2%، یعنی اینم صف خرید شده. جزء روزهایی هستش که واقعا جالبه، ما اصلا الگو ساعتی نداریم و همشون برعکس عمل کردن، یعنی آخر کار دیدیم یه سهام هایی مثل شپنا و شبندر و اینها آخر کار به جای اینکه بالا برن تازه پایین هم اومده بودن دیگه و برعکس امروز عمل شده. اونایی که مثبت بودن غیر از بانک دی که تقریبا از اول صبح امروز مثبت بوده بقیه اینجوری عمل کرد. در ارتباط با اخبار ببینیم که چه اتفاقی افتاده امروز. زباهن اومده و سهامش رو بیمه کرده و اوراق تبعی براش منتشر کرده. قیمت اعمال را 733 تومان گذاشته تا 24 اسفند. 734 تومان تقریبا قیمت خوبی هستش نسبت مثلا حالا به خودرو که اومد قیمت 368 تومن گذاشت و کمتر از 10% دیده بود. اینها تقریبا امروز 650 تا 728
حدود 16-17%، 15% فکر کنم میشه برای 6 ماه حداقل 15% سود رو ذوب در نظر گرفته، گفته خب دیگه زیر این قیمت نخواهد اومد قیمت سهم من. ولی باز هم این خبر امروز جذابیت ایجاد نکرد برای ذوب و 41 میلیون صفحه فروش در ذوب بودن. احتمال داره که یک دو روز دیگه هم این صفحه فروش انجام بشه تا حدودهای 600 برسه. اگر به اونجا رسید به نظر من جذابیت داره خرید ذوب، به خاطر اینکه بیش از 20% و موقع سود تضمین شده تا 24 اسفند، و خب رویداد خوبی هستش دیگه، حداقل سرمایه گذارا با خیال راحت تری میتونن برای خرید ذوب اقدام کنن. خب خبر بعدی افزایش سرمایه شتران بود که باهاش موافقت شد دیگه، بورس هم موافقت کرد این قضیه رو و مجوز افزایش سرمایه بهش داد. با وجود این میبینیم که امروز هم شتران وضعیت خوبی نداشت و منفی خورد، که اینجا نمودارش رو نگاه میکنیم، یک رفرشی هم من بزنم مجدد. هم دیروز شتران منفی خورد، هم امروز منفی خورد و الان تقریبا میشه گفتش قیمتش به قیمت خیلی کفی رسیده. ما حمایتاش رو ببینیم روی فیبو. ارسلم خدمتون که خب الانه بله، یعنی یه منفی دیگه بخوره بیاد رو 2700 تومن، روی نقطه حمایت قوی خودش قرار میگیره شتران. با توجه به اینکه افزایش سرمایه داره و داخل سهام‌های دارا دوم هم هست یا هم پالایش یکم هست، احتمالاً جذاب میشه برای خرید و من فکر میکنم که باز هم سهم خوبیه برای خرید، یعنی با دیدگاه بلند مدت. الان آرسایش هم تو نقطه خوبی قرار گرفته، مومنتوم هر لحظه احتمال داره بیاد بالا و احتمال بازگشتش وجود داره در حال شتران، با این خبری هم که امروز براش اعلام شد. ولی خب اینقدر دیگه بازار خراب بود که این خبر هم نتونست چاره ای را برای شتران داشته باشه. خودرو که امروز کار خودش رو خوب شروع کرد، یعنی ابتدای صبح نگاه بکنیم که خودرو چیکار کرده، ابتدای صبح خوب بود ولی یک مرتبه با انتشار اون خبر بورس منفی شد و خودرو هم از این قضیه در امان نموند و کلا خودروی ها منفی شدن دیگه. نگاه کنین ها، از قیمت 326 تومن 327 تومن رو شروع شد و به 319 رسید. خودرو 368 سان بیمه شده و خب الان تقریبا اگه خرید کنه هر کسی تقریبا 10% سودش ضمانت شد، ولی هنوز این گویا برای سرمایه گذاران جذابیت زیادی نداره، 10% تضمینی، و هنوز میبینیم که خودرو داره پایین تر میاد. اما چون بیمه شده میشه گفتش ترجیح بر این خرید اینو سهماست دوستان، چون حداقلش اینه که شما خاطرتون جمع میشه که ضرر هنگفتی تو اینا نمی کنید و قیمتش نصف نمیشه. حالا درسته که اوضاع بورس خوب نیست و شاید یک دو تا منفی بخوره، ولی همیشه اینطوری نیست. همچنین وقدیر یکی از سهامهای دیگه بود که اون هم بیمه کرده بود سهام خودش رو و خب یکی دو تا مثبت خورد، چند تا مثبت خورد بعد از این قضیه که بیمه کرد، از 1500 اومد رسید تا 1700 خورده، البته رو همه 1700 خورده هم بیمه کرده بود. میبینیم الان به حد بیمش که رسید تو بازار بعد امروز صفحه فروش شد و منفی خورد.
عرض کنم خدمتتون که خبر بعدی رو با هم دیگه ببینیم. آقای امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس، ببینین این حرف دیگه از کجا میخواد در بیاد. ایشون اومدن گفتن که شرکت‌هایی که قیمت رو بالا میبرن و سپس خالی کرده در کف میخرن دولتی هست. یعنی علنا ایشون اومده نگاه کرده، صحبتی که میکنه اینه که آقا سفت بازان بازار دولتن، شرکت های دولتی هن که الان دارن این کار رو میکنن و توسط اون شرکت های حقوقیشون قیمت ها رو بالا میبرند و یهوی اونجا ول میکنن میاد پایین دوباره میخرن. نشته همه این شرکت ها یا دولتی یا خصولتی، یعنی خصوصی هایی که مدیریتشون با دولته. این حرف هم الان ما نمیزنیم، یا سرمایه گذارا و سرمایه سهامدارا اینا این حرف ها نمیزنن، این حرف الان نایب رئیس مجلس داره میزنه. خب قطعا شاید تحقیقاتی انجام شده، چون قرار شده بود که تحقیقاتی روی این قضایا انجام بشه و خب حالا ایشون انگشت اتهامو دقیقاً به سمت دولت میبره و میگه که خود دولت داره توی بورس سفته بازی میکنه و قیمت ها رو میاره بالا، یه هوی پشت سهامدار رو خالی میکنه و زیر پای سهامدار رو خالی میکنه تا ضرر فقط برای سهامدار بمونه. و متاسفانه این اتفاقیه که آقای قاضی‌زاده هاشمی راجعش صحبت کرد. باز دوستان هنوز چیز زیادی تفاوت نکرده، این قضیه تحریم رو ما منتظر بودیم از هفته گذشته و اغلب افراد این احتمال رو میدادن که شنبه و یک شنبه، تازه حالا دیروز هم خیلی منفی نبود، دیروز متعادل بود تقریبا، شنبه و یک شنبه رو میگفتن که احتمال منفی شدن بورس وجود داره که حالا این اتفاق افتاد. اما با توجه به این قضایایی که اتفاق افتاده، اوراق تبعی، چه میدونم سهام خزانه، حمایتایی که به این صورت واقعا نه حمایتای ریشه‌ای خوبه، اگه از بقیه سهام هم بشه که خب دیگه چه بهتر. ما هنوز بر حرف قبلی هستیم که امسال شاخص به 3 میلیون خواهد رسید. در حال این چالش ها جلوی راه بورس بوده و هست. اصلاح خوردن بالا پایین اصلا حق مسلم بورسه و بایستی باشه، اگه همچی چیزایی نباشه که خب اصلا بورسی وجود نخواهد داشت. بورس یعنی فقط مثبت نیست، همیشه بارها من اینو گفتم، در حال بورس مثبت داره منفی داره و هنوز ما اتفاق خاص و بدی روی شاخص کل نمیبینیم، روی اندیکاتورها و نمودارها. هرج و امروز تقریبا هرج متعادلی بوده، ولی خب کندل قرمز بود. هیچ مشکل و موردی وجود نداره، خیلی جاها بوده کندل قرمز بوده، ببینید اینجا قرمز بوده وسط مثبت شد، اینجا ببینید یه قرمز بوده تو کندل مثبت خیلی خوب، یا حتی همینجا ببینید اینجا رو نگاه کنید یه کندل قرمز بوده ولی بعدش ببینید چه شارپی داشته بورس. در هر حال امروز روز جالبی برای بورس نبود و این شوک هنوز وجود داره، اما احتمالاً به زودی برطرف میشه. حالا ببینیم این خبری که آقای رئیس جمهور میگفتن شنبه شنبه خبر خیلی خوشی هست چی هستش و چه اتفاقی میفته. تا اینجاش که فعلا خوش نبوده برای ایرانی ها، ولی احتمال داره که تا آخر شب مخصوصا ساعت 12 خوش بشه. به قول یک جایی نوشته بودش که امشب یادتون باشه ساعت 12 شب ساعت تا یک ساعت میاد عقب، بعد این باعث میشه که شما فردا صبح یک ساعت بیشتر بخوابید. این همون خبر خوشیه که آقای رئیس جمهور قرار بوده مردم بدن، خواب خوش فردا صبح هستش که یک ساعت بیشتر خواهید خوابید. در حال امیدواریم که شرایط باز به روال عادی خودش برگرده و بتونیم
شاخص سعودی رو توی این هفته باز شاهد باشیم، چون الان اگه برگرده دیگه تقریبا همه بهانه هام از بین رفته، بهانه تحریم هم آشه و نمیدونم دیگه، مشخص بکنه که اینها تاثیرگذار نیست. البته خب با گرون شدن قیمت دلار قطعا این اتفاقات خواهد افتاد و دلار هم میبینیم که در حال لحظه ای داره قیمتاش بالا پایین میشه و ببینیم الان چند شد توی این لحظه. یک رفرشی هم من بزنم تا ساعت یک رو الان اینجا زده 27205 تومان تا ساعت یک بوده. روی والکس بذارید نگاهی بکنیم ببینیم که بله اونجا هم هنوز کندل سبز هستش. یه بار دیگه ببینیم، بله ببینید یه دونه سبز دیگه اومد کنار اینا قرار گرفت، وقت ما داشتیم صحبت کردیم موقع اینجا بودا، ولی یه دونه دیگه اومد اینجا و قیمت باز رفت بالاتر. قیمت بیت کوین در ایران در حالی که بیت کوین جهانی اومده پایین و خب این ناشی از گرون شدن قیمت دلار هستش. یعنی در واقع اگه دلار ثابت میموند امروز باز بیت کوین قیمتش ارزون میشد، ولی چون دلار گرون شد الان هجوم آوردن توی ایران که خریداری بکنن. اینجا الان آخرین قیمت بیت کوین 299.5 میلیون بیشترین قیمتیه که الان امروز فروش رفته. 297.900 الان گذاشتم برای فروش، 296 میلیون 800 هم خریدار داره. این توی والکسه. توی سایت دیگه هم ببینیم الان مثلا توی ارزینجا چند گذاشته، چون میدونی توی والکس مردم خرید و فروش میکنن، یعنی حالا یه شخص بیت کوین داره میاد با یه قیمتی میذاره و معمولا ارزون تر میشه خریداری کرد. اما خب ارزینجا نگاه بکنین 303 میلیون الانه یه بیت کوین رو داره میفروشه و توی 7 روز گذشتم 4% قیمتش افزایش پیدا کرد. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون هستم که ویدیوها رو لایک میکنید، با دوستانتون شیر میکنید. اگه هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردید لطفاً الان این کار رو انجام دهید که خبرها و ویدیوها زودتر به دستتون توی یوتیوب برسه. تا برنامه بعدی خدا نگهدار شما عزیزان باشه.